میهمان من از پدری پاکستانی و مادری مراکشی در انگلستان متولد شد. علاقه به فوتبال او رو به تیم جوانان آرسنال کشوند. بله. و قرآن دلش رو ربود. کسی که حالا از چهره های ناماشنای تلاوته. این شما و این محمد ایوب عاصف. أهلاً شيخ محمد. أهلاً يا مرحبا. أهلاً بك إن كنت بريطانياً، وأهلاً بك إن كنت مغربياً مراكشياً أو باكستانياً أو مصرياً. نعم، كل الهلا فيك. تعدد البلاد كلها يعني. أو كنت لاعباً أرسنالياً. هذا هو. نعم. الآن كجا زندگی میکنه؟ الآن وين تسكن هسه؟ أنا في لندن. في لندن؟ نعم. لندن هي شوي عن طهران، برج ميلاد فوق من برج ميلاد. لندن. لندن. لندن زندگی میکنه. بله. خیلی خوش آمدید آقای محمد ایوب عاصف. اجازه بدین که اول تلاوت بکنن. بله. یه صلوات به سبک محفل بفرستین. ببینن میهمان نوازیتون رو نشون بدین تا برامون بخونن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك جميعا إن شاء الله. علينا وعليك يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني عليك. ايوه الله. ايه شيخ محمد. ايه ما شاء الله. خلاص المكتوب مبين من عنوانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا شيخ محمد. نعم 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 نعم. يعني الله من البداية كده يعني من البداية. نعم يا محمد. نعم مهلك علينا. وقال الحمد لله. يا عيني. الحمد لله. الله الحمد لله. الله مهلك. الله الله الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله 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 الله. يا عيني عليك. يا عيني عليك. الله الله الله, الله, الله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. جل الصانع شيخ محمد. عجيب. جل الصانع. نعم جل هدف الصانع. هذا جول. الله يخليك. جول هذا هدف. جل الصانع. الله 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 عليك. ما شاء الله.
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يا عيني الله الله نعم الله الله جل الصانع. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت الله 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 قالت نملة الله قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نعم نعم نعم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. الله 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 الله. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. الله 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 الله. نعم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله عليك. الله الله الله. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. الله 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 عليك. أو لأذبحنه أو ليأتيني سلطان مبين. الله 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 جل نعم. الصانع. فمكث غير بعيد. يا عيني يا عيني. فمكث غير بعيد. الله الله. فمكث غير بعيد. الله. أحط به وجئتك من سبأ بنبأ
نعم مكث غير بعيد كمان فمكث غير بعيد الله يا عين يا عين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ الله وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ نعم بنبأ الله وجئتك من سبأ الله 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 الابداع ما شاء الله ما شاء الله جميل ما شاء الله عليك حسنا يا سؤال ازش بكون نعم نعم بگو بازی فوتبال تو تیم ارسنال سخت تر یا تلاوات محفل من الاصعب عندك اللعب ارسنال كره القدم ولا التلاوات لا التلاوه طبعا تلاوه اصعب تلاوه اصعب تلاوات برای من بسیار دشوارتر لا والله تلاوت یه جور دیگه است. شما یه ساعت و نیم فوتبال بازی میکنین انقدر خسته نمیشین که با تلاوت قرآن؟ تلاوت قرآن کل انرژی بدنو میکشه و جسمو خسته میکنه. اولا های صورتک؟ عکست رو ببین. شوف الصوره. این بازیکن تویی؟ بله بله من هستم. در ورزشگاه ومبلی بازی میکردم. کن حارسا للمرمى. دروازه‌بان براش. این نمیشه. حياك الله يا حبيبي ما میدونیم توی سفر بودی و خسته شدی بله امروز رسیدم ولی تلاوتت امروز عادی بود شما در فوتبال در چه پستی بازی میکردین؟ من هافبک بازی میکردم یعنی وسط زمین وسط زمین بازی میکردی؟ بله دقیقا یعنی 4-4-2 بله 4-4-2 من از آیه چیز ترجمه کن حسنین بله من از ایشون ممنونم تلاوت بسیار زیبایی داشتن بسیار روان ولی خب خسته بودن خسته سفر بودن این طبیعیه اینو بفهم حامد یقول نقدر ظروف السفر و هذا بالضبط ولكن تلاوة جدا رائعة جدا يعني قدمت تلاوة سلسة ولطيفة يعني ما من شخصا دوست داشتم دخالت تو تلاوت ایشون بکنم ولی ایشون منو سر ذوق آورد و دوست داشتم با ایشون بخونم يقول ما حبيت اقاطعك لان كنت مستانس بالتلاوة صح ولكن انت جذبتني وجبرتني اقرا وياك الله يبارك اما سفرهای خارجی با ایشون داشتیم دوست عزیز من هست خاطرات خوبی مسافرین سوا تو مع بعض يعني ظاهرا سابقا و جالب این که آقای محمد ایوب آصف از کشور سوئیس به دعوت برنامه محفل ایران اومدند یعنی انگلیس بله از اون در سوئیس اومدن چون سوئیس بودن بله بله و با پرواز چند تا پرواز بالاخره ما دعوتشون کردیم میهمان برنامه محفلند لطیف و برای اونایی که از الان دارن ما رو تماشا میکنن در آستانه افطار بگم که آقای محمد ایوب آصف متولد انگلیس بازیکن تیم آرسنال و از قاریان مشهور و مطرح بین المللی میهمان برنامه محفل بودن و اگر حسنین بله. تو همین فاصله که تهران رو گشتن نگاهشون به تهران و سرزمین ما اصلا اومده بودن قبلش ایرانی اول زیاره الک نعم
هاي اول زياره لك لي اول مره اول زياره نعم. لا والله اول مره أول كيف وجدت الجمهور ايران رو توی حوزه تلاوت چطوری دیدی و قبلش چطوری فکر می‌کردی معروفین طبعا طبیعتا قاریای ایران همشون شناخته شده هستند تلاوت های قاریای مصری در دنیا معروف و مشهور هستند و شما دوست شیخ محمود شهاد هستین و پدر بزرگوارشون برای ما عزیزن البته قاریای ایرانی هم تلاوت های ماندگاری دارن فکر می‌کردی که بتونی در ایران در مقابل مردم ایران حاضر بشی و تلاوت بکنی طبیعتا برای من باعث افتخاره و اینو از برکت قرآن میدونم و انشالله حتما یک بار دیگه میام و به برادرانم میگم که برای من باعث افتخار هست شیخ محمد کیف وجدت از نظر شما فصل قبلی برنامه محفل چطور بود با توجه به اینکه شما تو مصر هستی و البته به خیلی از کشورهای دنیا هم سفر میکنی والله لا البرنامج یعنی فكره جید و فکر جدید ایده این برنامه ایده جالب و جدیدی بود و این برنامه بسیار اثرگذار بود و باعث نزدیک شدن مردم به قرآن شد و خیلی ها قرآن رو با صدای خوش میشنیدن و برنامه واقعا زیبایی بود كنت ما تفهم اللغه الفارسيه اكيد ولا زلت شما زبان فارسی متوجه نمیشین و خیلی هستن که زبان فارسی رو بلد نیستن اما شما گفتین که این برنامه برای خیلی اثرگذار بود و با اون ارتباط گرفتن چطور میشه که یکی که زبان رو نتونه متوجه بشه بتونه با برنامه ارتباط بگیره اون چه که هست زبان قرآنه که در دلهای همه مردم اثر میذاره و وقتی که قرآن با دل و جان تلاوت میشه در قلب همه به بهترین شکل میشینه و اثر میذاره شيخ محمد نصفق لك اول مره الله يبارك فيك عندي سؤال اخير تفضل من اسئلك قول حسنين تمام تمام تحبني ولا تحب حامد اكثر لا لا حامد حامد لا 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 حامد انت والله حامد لحظه لحظه انت شما سفر به عراق دارید حتما در اخر ماه رمضان برای زیارت به عراق میایید حالا بگو که من رو بیشتر دوست داری یا والله احبكم الاثنين لا سؤال اخير فعلا و سوال آخر من قبل اینکه حامد رو بشناسی فکر می‌کردی یه ایرانی همچین تلاوتی داشته باشه انا كنت اعرف الشيخ حامد بله من آقای شیخ حامد رو میشناختم اما این سبک در تلاوت سبک مصریه طبعا منظورتون تلاوت شیخ حامده خب طبیعتا شیخ حامد قاری بزرگی انا ويا اعداء ولكن نقول الحقيقه اننا من حقیقت رو میگم ما عرب هستیم و وقتی میبینیم که یه شخصی به زبان عربی نیستش و فارسی صحبت میکنه حتی اگه میخواد به عربی فصیح با ما صحبت بکنه سخت صحبت میکنه اما زمانی که تلاوت میکنه انگار یکی از بزرگترین قاریای دنیاست والعالم كله عرف وايضا الشيخ والرجل العجوز العجوز احمد رجل العجوز ابونا ايشون استاد قديمين كل الهلا فيك شرفتنا يا حبيبي الله يخليك خب تشويق بكونيد استاد محمد ايوب عاصف اشكرك حبيبي تفضل يا محمد مع السلامه